به نام خداوند و با عرض سلام، امروز جمعه هشتم ماه حمل سال 1399 خورشیدی است. در نخست سرخط چند خبر مهم. تأکید عالمان دین بر رعایت نظافت شخصی و محیطی در ایام و شبهای کرونایی افغانستان. معرفی هیئت گفتگو کننده با طالبان از سوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان. خواست شهروندان سک کشور از کانادا برای پذیرش پناهندگی این قشر در آن کشور. و افزایش شمار مبتلایان کرونا در آمریکا نسبت به کشور چین. حال هم مشروع خبرها. همزمان با نگرانی ها از افزایش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، عالمان دین در ولایت غزنی امروز پیرامون رعایت نظافت در دین مقدس اسلام صحبت کرده و بیان داشتند که دین مقدس اسلام 400 پیش مسلمانان را از خوردن گوشت برخی حیوانات منع کرده است. انتشار زودهنگام و خطرناک ویروس کرونا در جهان جوامع بشری را به سوی یک بحران بین‌المللی سوق داده است. ویروسی که بار نخست در کشور چین مردم را مصاب ساخت. مردمان کشور چین با خوردن گوشت حیوانات مختلف که اکثرشان از نگاه دین مقدس اسلام حرام دانسته شده، شهرت جهانی دارند. اکنون با افزایش نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، امروز شماری از عالمان دین پیرامون رعایت نظافت ظاهری و باطنی انسان ها صحبت کرده و بیان داشتند که دین مبین اسلام دین صفایی و پاکی است و خداوند بزرگ 14 سال قبل مردم را از خوردن گوشت حیوانات همچون خوک و خنزیر منع کرده بود. کسی که نظافت و پاکی را در زندگی مراعات میکنه نمی آدم به دین عمل کرده است. مسلمان چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه الله خودش نظیف و پاک هست، نظافت و پاکی را سخت خداوند متعال دوست داره. و ایره انشاء الله هم بیان میکنه مسلمان که الله تبارک و تعالی نه تنهایی که ما را به صفایی جسمی ما را دستور داده است، ما را به پاکی و نظافت و صفایی مأکولات چیزی که میخوریم او هم باید پاک باشه مسلمان. وزارت دولت در امور صلح افغانستان هیئت گفتگو کننده با طالبان را معرفی کرد. وزارت دولت امور صلح از تعیین هیئت 21 نفری دولت برای گفتگو با گروه طالبان خبر داده است. این وزارت گفته است که این هیئت پس از غور و مشورههای لازم با تمامی جناح‌ها و اقشار تاثیرگذار جامعه تعیین شده است. در اعلامیه وزارت دولت در امور صلح کشور که شب گذشته نشر شده آمده است که محمد معصوم سانگزی رئیس پیشین امنیت ملی رهبری این هیئت را بر عهده دارد. نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزی کوفی، ضرور احمد مقبل، شهلا فرید، شریفه زرمتی، عبدالهادی ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام محمد مجروح، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، ایوب انصاری، خالد نور و امین احمدی اعضای این هیئت هستند. بر بنیاد این اعلامیه سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح تاکید کرده است که این وزارت برای پیشبرد روند صلح و مدیریت تمامی مکانیزم های تصمیم گیری سهولت های مورد نیاز را از سوی دولت فراهم می کند و امور اجرایی مربوطه را مسئولانه به پیش خواهد برد. قرار است پس از رهایی زندانیان طالبان از زندان های افغانستان و رهایی زندانیان دولت از نزد این گروه گفتگوی رو در روی دولت و طالبان آغاز شود. تا کنون دولت افغانستان و گروه طالبان دو با
بار از طریق نشست ویدیویی درباره زمینه سازی برای رهایی 5000 زندانی این گروه و زندانیان دولت بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا و طالبان گفتگو کردند. با این حال سفارت آمریکا در کابل از تشکیل هیئت مذاکره کننده صلح استقبال می کند. سفارت آمریکا در کابل در برگه توییتر نوشته است که کسانی که عضو این هیئت هستند انتظارات مردم را بر دوش می کشند. سفارت آمریکا می گوید که کشورش آماده است تا زمینه گفتگوی مستقیم این هیئت را با طالبان تسهیل کند و وعده آوردن صلح به افغانستان را واقعیت ببخشد. وزارت دولت در امور صلح شب گذشته اعضای هیئت گفتگو کننده دولت را برای مذاکره با گروه طالبان نشر کرد. این هیئت شامل 21 عضو که در رأس آن معصوم استانکزی رئیس پیشینی امنیت ملی قرار دارد. در همین حال گزارش ها حاکی است که پس زودی هیئت از جانب گروه طالبان وارد کابل خواهد شد تا با حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان رایزنی کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رسانه ها گفته این هیئت با مقام های حکومت افغانستان در باره رهایی زندانیان بحث و گفتگو خواهد کرد. او افزوده که اکنون مقام رهبری امارات اسلامی افغانستان یک هیئت 15 نفری را تعیین کرده و روز جمعه به کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ عازم کابل خواهد شد. شماره شهروندان 3 کشور از کانادا میخواهند تا درخواست پناهندگیشان را بپذیرند. آنان پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه بر عبادتگاهشان در کابل از حکومت کانادا میخواهند تا به درخواست پناهندگی آنان پاسخ مثبت دهد. شماره این شهروندان 3 که از کانادا خواهان پذیرش پناهندگی هستند به بیش از 100 خانواده میرسد. سوری سنگ یکی از شهروندان 3 کشور میگوید که در افغانستان کسی از آنان بازجویی نمیکند و او نمیخواهد دیگر در اینجا بماند. شماره دیگر شهروندان 3 کشور چنین میگوید که اشرف غنی و عبدالله به خاطر منافع شخصیشان اولادهای دیگران را قربانی کرده اند. ما دیگر به سطوح آمده ایم. در این حال نریندر سینگ خالصه عضو مجلس نمایندگان میگوید حمله روز چهارشنبه بر عبادتگاه سیک ها در کابل کاری انسان بشری نیست. دو روز پیش در حمله بر عبادتگاه شهروندان 3 کشور در کوچه شوربازار در ناحیه اول شهر کابل 25 غیر نظامی جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتن. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حمله بر عبادتگاه شهروندان 3 کشور واکنش های داخلی و خارجی را نیز به همراه داشت. سومین بیمار کرونا در افغانستان بهبود یافت. مسئولان ریاست صحت عامه از درمان دومین بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت خبر می دهند. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت هرات می گوید که سومین آزمایش این مرد 65 ساله پس از گذراندن دوره قرنطینه منفی ثابت شده و از شفاخانه مرخص شده است. پیش از این یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا در هرات و یک تن دیگر در دایکندی بهبود یافته اند. تا کنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 94 تن می رسد. از این میان 3 تن بهبود یافته اند و 4 تن جان باخته اند. افغانستان هم تعداد واقعات روز به روز رو به افزایش است. امروز ما در حدود 91 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان داشتیم که بیشترین واقعاتش در ولایت هرات بوده و همچنان یک واقعه جدید در ولایت ننگرهار امروز به ثبت رسیده. از جمله در حدود 3 نفر تا حال فوت کرده، اما گپ خوبی است که از جمله 4 نفر، یکی در کاپیسا دایکندی و 2 نفر در هرات، هم به شکل سالم که دوباره تستایشان منفی شده با کسب سلا رخصت شدند. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.